با سلام و درود احترام خدمت هموطنان در جای ایران و دنیا. کلیپ اول تقدیم کردم، خودم دو سه بار گوش کردم. خب من میدونم که چون برای اولین بار این کار رو انجام میدم خیلی سخت، اونه که الفن هستم میدونم از چی میگم، اما مقدمه ای بود بر صحبت بعدی. تصمیم گرفتم از این برنامه بعد هر دفعه یک مسئله ای رو، یک موضوعی رو در نظر بگیرم و هم موضوعم صحبت بکنم. جایی که منو بردن یک فضای عجیب غریبی بود، یک فضای منظمی بود، یک فضایی بود که من توی اتاق نشوندن و خدمت شما هستم که هر سوالی که داشتم به چند سایه نمیره کشید که این رستوران گردونه است توی ژاپن، اون جواب سوال هم میمد جلوم و من میخوندم منظم دقیق و خیلی جالب. و فردی اونجا هست که با من صحبت میکنه انگار که اصلا ایرانی هست، در شکی نیست چون خیلی راحت صحبت میکنه با من. سوال زیادی خود تو ذهنم بود، خیلیشو نوشتم، ولی اونجا هستی که داشت یک فضای آرام بدون تشویش، بدون استراب و نگرانی. سوال کردم که کرونا تا کی هست؟ گفت کرونا بوده، هست و خواهد بود، هیچ وقت از بین نمیره. این کار کرونا نظم و انضباط دادن به دنیا هست. انسان ها در این چند سال اخیر خیلی افراط کردن، افراط تفریط کردن، اسراف کردن، ظلم و ستم کردن و ما وظیفمون این هست که کرونا وظیفش این هست که انسان ها رو همیشه در کنارشون باشه، انسان ها رو به جایی برسوند که میرساند، زمان مشخص نیست، که یاد بگیرن نوع زندگی کردن رو، نوع کار کردن رو، نوع برخورد با خانواده رو، نوع برخورد در جامعه رو، نوع برخورد با محیط زیست رو، نوع برخورد با خودشون. تا یاد نگیرن کرونا دست از سرشون بر نمیداره، چون اونها بلد نبودن این چیزها رو و بلد هم نیستن. این که بگیم بلد نبودن و نیستن اکثریت مطلق رو شامل نمیشه، بالغ بر 90% انسان کره زمین رو شامل میشه. در نتیجه اون وظیفش است با اون پاسداری از محیط زیست، پاسداری از کره زمین و پاسداری از خود انسان ها مستاجرین بیاد و واسه تصفیه کنه، پاکسازی کنه و خدمت شما عرض کنم که تا اینا راه رو پیدا کنند، هر چقدر تلاش بکنن که در مقابل مثلا استقامت بکنن بیشتر فرو میرن. گفتم که خب انسان های مثلا گناهکار، غیر گناهکار، گفت اصلا ما یک کلمه به نام گناه نداره. کلمه به نام گناه در قاموس ما، در فرهنگ ما اصلا وجود نداره. گناه چیه؟ اما مجرم داریم، اما مجرم داریم. گفت یک انسان وقتی یک کار خلافی میکند، یک کاری میکنه به جامعه ضرر میزند، به خانواده ضرر میزند، به دوستانش ضرر میزند، این مجرمه، این جرمی رو مرتکب شده. و اگر کسی یا کسانی جرم اینو ببینن و سکوت کنند میشن شریک جرم. اون یک جرم مرتکب شده، پای جرمش هم باید وایسته که قطعا هم اتفاق میفته، اما اون کسی که میبینه این جرم کرده و سکوت میکنه، با سکوتش تاییدش میکنه، گاه گاهی تشویق هم ناخواسته میکنه، این شریک جرمه. وقت جرمای زیادی رو میبینه سکوت میکنه میشه شریک جرم خیلی ها. جرم این از اونها سنگین تره، همیشه یک مجرمه به قول معروف ساعت بالا. در نتیجه این باید تنبیه بشه و قطعا تنبیه هم میشه، چون سکوت کرده، بی‌تفاوتی نشون داده از خودش، اهمیت نداده. تو که اهمیت نمیدی، ما هم به تو اهمیت نمیدیم. ما اینجا افرادی خواستیم که مسئولیت پذیر باشن، افرادی باشن که دلشون برای کره زمین، برای جایی که مستجر هستن بسوزه، برای محیط زیست بسوزه، برای کسی که اشراف میکنه بسوزه که چرا اشراف میکنی، حق نداره اشراف بکنی، باید زبون برای همه شدن، نه که سرش تکون بده و بره، چوب میخوره، بدون استثنا چوب میخوره. حالا هم که دیگه کرونا اومده برای همین قصه خوش رو کرده، کرونا قبلا هم بوده، خوش رو کرده این قصه و پوستشون میکنه بدون تعارف و بدون استثنا. ما گناه یعنی چی؟ گناه مال کسی است که میخوان کسی رو بترسونند. بچه ما توبه کن و بیا، مگه میشه اگر اون کسی که آمد محیط زیست خراب کرد
جاندارا رو از بین برد، به دریاها لطمه زد، به آب شیر لطمه زد، طرف بیا توبه کنه، اون درست میشه؟ نمیشه. اصلا همچی حرفی ما نداریم، همچی حرفی در قاموس ما نیست. پس انسانهایی که به ظاهر هیچ کاری نمی کنن بیشتر چوب میخورن، چون جرمهای زیادی رو مرتکب شدن، جرمهای زیادی رو دیدن و سکوت کردن، و سکوتش باعث میشه که تایید کنه کار اونها رو، و این سکوت باعث میشه که اینها بسوزن و از بین برن، و قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا هر چی دیگران میخوان، کار به کار دیگران نداره. شما اینجا مستاجر هستید، شما اینجا مستاجر هستید و باید بدانید از حق خودت دفاع بکنی، از حق خانواده دفاع بکنی، به دیگران نمیگم برو درگیر شو اعتراض بکن که آقا این کار تو درست نیست، چهار نفر بگم جمع میکنه خودش رو، ولی وقتی هیچی نمیگید، دستبارش رو باز میذارید چون مثلا عنوان داره میترسید، شما یک موجود بی مصرف و بی خاصیت، و چون موجود بی مصرف بی خاصیت هستید، وجودتون رو کره زمین زیادیه، باید از اینجا برید. اما یک سوالی که هست در دنیا مردم میپرسن از هم دیگه، چرا بچه بی گناه مرد، بچه بی گناه کشته شد؟ یه حرفا چیه؟ گناه چیه؟ آیا کی گفته که نباید مثلا بچه کوچیک از بین برند، بمیرند؟ کی گفته این رو؟ کدوم قانون گفته؟ اون ماهی که 1 میلیون تخم میریزه، از 1 میلیون تخم 200 بچهش میمونه، 200 تخمش میمونه؟ اون لاک پشتی که 30 تخم میریزه، 2 تا 3 تاش میمونه؟ و بقیه حیوانات همچنین؟ کی هم چرفی رو زده؟ برای تنازع بقا، برای نظم دادن به دنیا، نظم نوین به دنیا و همه چی؟ چون رشد جمعیت در چند سال خیلی زیاد شد، یک دفعه این رشد جمعیت زیاد و یک عده معلمای غلط، و اینها باعث شد که نظم دنیا و کره زمین به هم بریزه، و این باعث شد که این کارا رو بکنه. کی گفته هم چی حرفی؟ حالا بگذاریم از اینکه بعضی از مثلا برفت تو جاندارا توی مثلا حیوانات، خب یک حیوان به گوساله به دنیا میاد، نمیدونم یک بچه زرافه داره میاد، یه بچه گورخر داره میاد، این مریض، این مشکل داره، مریضه، این باید بمیره و میمیره، حیوانات دیگه میخورنش، و شما این یک مسئله است. یه مسئله این است که شماها یه بچه به دنیا میاد، چون وضع مالیت خوب هست، انواع و اقسام ویتامین باید ببندی به تن بدنی، این فکرشو مریض کن، جسم مریض بکنی، این مریضه، این معلوله، ما اینجا دیگه جا نداریم بر افراد معلول و ضعیف و مریض. پس فرد اینو بیاد سر کار و جامعه رو به گند بکشن، نه، همچیزی نیستش. خیلی ها از بین میرن، چند تا بچه به دنیا میارن، توشون یک دوتشون مشکل داره یا نداره، اصلا فرق نمی کنه. این از اون قانون قضا قدر است که بعدا خدمت رو خواهم گفت. پس این افکار از سرتون بریزین بیرون. کرونا اومد، دوست من خیلی آدم خوبی بود، کشتش. نه خیر، تو از کجا میدونی؟ اون سنگ ترازوی تو و اون ترازوی تو و اون شاهینهاش چیز دیگه حسابه، اون چیز خیلی سر نیده که اون میبینه. تمام ما انسان ها پرونده داریم اونجا، تمام بدون استثناء، از لحظه تولد پرونده داریم تا لحظه مرگ. نیت های ما رو میدونند، افکار ما رو میدونند، خیلی سر میدونند. این هست که سر قانون کائنات و کائنات و اونهایی که نظم کره زمین بوده داره نمیشه کلاه گذاشت، به هیچ وجه نمیشه کلاه گذاشت. اصلا کلاه چیزی که به معنیش باشه مثلا میشه اینا گول زد، نمیشه گول زد، چون ما مستاجر هستیم، میاییم، اون صاحبخونه است، مدتی هستیم و میریم، بستگی داره در این مسیری که هستیم آیا انسان هستیم، آیا نسبت به دیگران احساس مسئولیت میکنیم، نسبت به خود و خانواده احساس مسئولیت میکنیم، نسبت به جامعه احساس مسئولیت میکنیم، نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت میکنیم یا نه، کردیم انسانی، نکردیم اراده انسانیت خارج هستیم. یک بار دوبار اختار میده، دفعه سوم چهار تعارف نمیکنه، هیچ کس تعارف نمیکنه و میگه تو یه آدم بی مسئولیتی هستی، بی نظم هستی، بی انضباط هستی و مضری برای این جامعه، مضری، ضرر داری. و افراد مضر جاشون اینجا نیست که به دیگران هم ضرر بخوام بزنن، آسایش و آرامش دیگران رو میخوام بگیرند، هیچ تعارف نمیکنه. خدمت شما که انتقاد بزرگی من کردن، حقش حق دارن. و چند سال پیش راجع به 2 تا مسئله مهم صحبت کردم، تا از مسئله مهمی که واقعا اگر انسانهای کره زمین، حالا ما اونا کار کشور خودم میگم، این 2 اصل رعایت بکنند،
زندگیشون بهش و گلستان خواهد شد. اما انتقاد چه بود؟ تو یکی از این مسائلی عنوان کردی، مسئله مذهبی اعلام کردی. برو فکر کن، بررسی کن به عنوان یک کسی که وظیفت انجامی در قبال هم نوع خودت این هست که این مسئله دوباره عنوان کن و هر انسانی که این دو تا مسئله شما گفتی رو گرفت برد کرده و برنده است و زندگیش آسایش و آرامش لازم رو داره و آینده خیلی خوبی خواهد داشت و همیشه خوشحال و شاد هست. من دو تا مسئله چند سپری ارام کردیم که به نام معدل، یکی به نام ترمز. قطعا در کلیپ بعدی تا صحبت خواهم کرد. دو تا شاکیده بزرگ دنیاست که ما انسان ها در زندگی رعایت بکنیم 80-90% مسئله مشکلات ما حل شده است. دوستان نکته خیلی زیباست، خیلی قشنگه و اینو من حتما در کلیپ بعدی با شما ارائه خواهم کرد. پس برنامه بعدیمون شد خدمت شما هستم که ترمز و معدل. گوته میگه که استعداد، دوستان خوب دقت کنیم، خوب دقت، فضا برای چی ما دنبال فضا هستیم، فضای سالم هستیم. گوته میگه استعداد در فضای آرام رشد میکند. استعدادها در فضای آرام رشد میکنند. باید فضا رو آروم کرد، نه تشنجگر در دنیا هست نمیگذاره استعداد رشد بکنه. حسادت، بخل، مریضی، ناراحتی، هر چیزی که هست محیط و آرامش رو به هم میزنند تا استعدادها رشد نکنه. ولی ما باید این کار بکنیم و میکنیم و خواهدم شد قطعا به زودی تا استعداد در کشور رشد کنه و شخصیت در جریان کامل زندگی رشد میکنه، شخصیت انسان. و این دو اصل خیلی مهمه. گوته گفته، آدم کمی نیست و اصلا کارم ندارم کی گفته، دو حرفش درسته. اگر میخوام استعدادها رشد کنند باید یک محیط آروم درست کرد و قطعا اتفاق خواهد افتاد. خب پس بحث مجرم و گناه رو، بحث جرم و گناه رو مشخص کردیم. ما میگن ما واژه به نام گناه نداریم. گناه یعنی چی؟ مجرم داریم و مجرم با چی بشه؟ یک بارش اخطار میکنن، دوبار اخطار میکنن، تعهد میگیرن، اما دیگه از یه حدی گذشت اون مجرم قابل اصلاح نیست و باید پاکسازی شد. ایامتون بکام، روز باتون خوش. انتقادی دارین، حرفی دارین برام بنویسید دوستان. من اولین بار من چه کلیپ‌هایی در دنیا میذارم، برای اولین بار دارم میذارم، صحبتم تا رو نکردم. امیدوارم همراهیم کنید. ایام بکام، روز باتون خوش.